سخت دلار پنجاه و خوده هزار پاینی سعادت آباد میدون کاج هشت همراهان گرامی درود بر شما به کانال خبری کیوس که خوش آمدید. در این بسته خبری با دو موضوع مهم همراه شما هستیم. تماس تلفنی مشاور بایدن با شاهزاده. آمریکا تصمیم به سقوط رژیم گرفته. پایان تلخ پیروز نماد امید ایران مرگ طبیعی یا مسمومیت در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم تماس تلفنی مشاور بایدن با شاهزاده آمریکا تصمیم به سقوط رژیم گرفته کانال های خبری حکومتی این روزها اخبار شاهزاده را با حرص و عصبانیت دنبال میکنند امروز صبح نیویورک تایمز در خبری دست اول فاش کرد که یکی از مشاوران ارشد کاخ سفید تلفنی با شاهزاده تماس گرفته و نظرات او را برای آینده ایران پرسیده و از او پرسیده در صورت کمک مقامات آمریکایی در قبال آینده ایران انتظارات او از کشورهای غربی چیست این اتفاق بی سابقه جمهوری اسلامی را به طور فزاینده به سقوط نزدیک کرده است نیویورک تایمز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نکرده محبوبیت شاهزاده و دعوت ایشان در کنفرانس های خبری و امنیتی مونیخ خواب را از چشمان ولی وقیه کودک رژیم گرفته است تا جایی که شاهزاده رضا پهلوی را تهدید به ترور می کنند. فاضل انگل رسانه یه سپاه در یک برنامه تلویزیونی شاهزاده رضا پهلوی و خانوادش را تهدید به ترور به شیوه نباب صفوی و بخارایی کرد. آقای روبه پهلوی در صورتی که هزار و یک فرز محال هزار و یک فرض محال هزار و یک فرز محال جمهوری اسلامی این نباشد برود بخواهد برود اینی که تو و امثال تو بخواید بر مردم ایران بر ما مردم ایران حکمرانی بکنید مطمئن باش جوان ایرانی آنچنان اتفاقاتی رو برای تو و خانوادت رقم میزنه که به مزار بخارایی و به مزار نواب صفوی سجده بکنی این یعنی شاهزاده راه درست را انتخاب کرده و حکومت و ارازلش احساس خطر کردند این تهدیدها در حالی است که شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی با تلویزیون آرتیل فرانسه در پاسخ به پرسش مجری که میپرسد آیا در امنیت هستید؟ ایشان میگوید زمانی که در ایران افراد در زندانند، شکنجه یا اعدام میشوند، من نیز خطر ترور شدن را میپذیرم. او در پایان میگوید هدف مهمتر از زندگی است. بشنوید. Vous êtes en sécurité? Reza Palavi. Mm, je n'ai jamais été en sécurité mais ça fait partie uh, d'une responsabilité uh, de risques qu'on a à prendre. Uh, ça a toujours a fait partie, j'ai jamais réfléchi plus que deux fois parce que uh, Quand vous vous êtes on euh, un opposant à un régime sanguinaire qui d'ailleurs, euh, comme vous le savez, dès le début a commencé à assassiner les dissidents sur le territoire européen, euh, notamment euh, mon cousin. Euh Chariol euh, Shafir ou alors Champoul euh, euh, Bartiol, qui était notre dernier Premier ministre sur le territoire français, et beaucoup d'autres dissidents ou activistes qui ont été. Bon, dès le début, il y avait ce risque de sécurité. Ça ne nous a pas intimidés, ça ne m'intimide pas. Bon, on n'est pas idiots non plus, on prend des précautions, mais il faut dire que ça fait partie, ça fait partie du coup de. de D'être libéré. Quand je pense à nos prisonniers politiques, quand je pense aux gens qui sont torturés, qui sont exécutés, la moindre des choses pour nous qui avons la liberté de décider, c'est de leur dire nous prenons les risques nécessaires aussi, parce que la cause est plus importante que la vie. Pour moi. Chasse des ors à peuple. Le 1er février, une chambre bistroche, Shomfevri, parallèlement à 7h30, dans le programme de Poursuite de Sobkai de la télévision Fox News aux États-Unis, et pour ses chaînes Maria Bartiromo a eu la joie de rencontrer une de بارتی ما از شاهزاده رضا پهلوی با عنوان ولی عهد در تبعید ایران یاد کرد و او را چندین بار اعلی حضرت خطاب کرد. گزارش ابتدایی برنامه با اشاره به رشد بالای اقتصادی در 37 سال زمامداری محمد رضا شاه پهلوی آن را با وضع بد اقتصادی کنونی مقایسه کرد. شاهزاده رضا پهلوی به تشدت روزافزون در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت که خامنه با واقعیتی جدید روبروست و آن شور انقلابی در جامعه ایران است. او گفت آمریکا و بقیه کشورهای غربی باید درک کنند که مردم ایران از نظر ارزشهای دموکراتیک متحدان طبیعی آنها محسوب میشوند برخلاف حکومت کنونی ایران که مخالف با تمامی این ارزشهاست شاهزاده رضا پهلوی گفت جنبش های خشونت پرهیز و نافرمانی مدنی همیشه با حمایت جامعه بین به موفقیت رسیدند و این بار نیز به خصوص حمایت دموکراسی غربی مهم است و مردم ایران نیازمند چنین حمایتی هستند او گفت همانطور که تا به حال شاهد فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی بوده این باید شاهد سیاست حمایت حداکثری از مردم ایران هم باشیم و به طور مشخص خواهان حمایت از اعتصابات کارگری شد او در ضمن گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید همه جا در فهرست سازمانهای تروریستی قرار بگیرد و این کمکی مهم به مردم ایران خواهد بود شاه رزا پهلوی یادآوری کرد که همزمان با حضورش در خاک اروپا به آلمان، فرانسه و بریتانیا سفر کرده است و گفت حکومت‌های غربی خوشبختانه بالاخره به این نتیجه رسیدند که به جای جمهوری اسلامی باید به گفتگوی سازنده با مخالفان آن مشغول شوند. او با تاکید بر لزوم گفتگو در مورد شیوه انتقال قدرت در پی فروپاشی نظام جمهوری اسلامی تاکید کرد. برقراری دموکراسی سکولار در ایران می‌تواند چهره کل منطقه خاورمیانه را تغییر دهد. او در بخش دیگری از سخنانش گفت حساب ارتش را باید از حساب سپاه پاسداران جدا کرد و سپاه اصلا از آغاز به منظور مقابله با ارتش ایجاد شده و سازمانی مافیایی است که قدرت را در عرصه های مختلف در ایران در دست دارد او گفت ارتش همچنان نزد مردم ایران محبوبیت دارد و میتواند ارتشی حرفه‌ای برای دفاع از مرزهای کشور باشد شاهزاده رضا پهلوی در سفر اروپایی خود برای حمایت از اعتراضات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 8 اسفند نیز با مقامات وزارت خارجه بریتانیا دیدار کرد او همچنین در نشستی در پارلمان بریتانیا به میزبانی اندیشکده هنری جکسون و یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا شرکت کرد شاهزاده رضا پهلوی در نشستی در پارلمان بریتانیا به میزبانی اندیشکده هنری جکسون در پاسخ به پرسش بخش فارسی صدای آمریکا در ارتباط با نحوه ی تعامل کشورهای غربی با جمهوری اسلامی گفت راه حل نه تغییر رفتار جمهوری اسلامی بلکه تغییر این رژیم است به گفته او دولت‌های غربی با این پیشفرض که تحریم‌ها موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی می شود و به میز مذاکره باز می‌گردد انتظار اشتباهی داشتند شاهزاده رضا پهلوی در ادامه گفت ذهنیت جمهوری اسلامی بر یک جهان بینی و صدور آن به منطقه و جهان از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبتنی است به گفته او تغییر رژیم راه حل نهایی است نه به این خاطر که کشورهای غربی خواستار آن هستند بلکه بدین خاطر که مردم ایران چنین میگویند زیرا فریاد مرگ بر دیکتاتور میدهند او در ادامه افسود جامعه جهانی دو گزینه پیش رو دارد یا اینکه ایرانیان را تنها بگذارند تا خود مبارزهشان را ادامه دهند و یا اینکه با حمایت از مبارزه مردم ایران برای براندازی جمهوری اسلامی در سمت درست تاریخ بیستند. خسره رضا پهلوی در مجمع آکسفورد در پاسخ به سؤالی در مورد زمان احتمالی سقوط رژیم به دو عامل اصلی در سرعت بخشیدن به این روند اشاره کرد فشار مضاعف بر رژیم و همچنین میزان حمایت مستقیم برای این منظور را از عوامل اصلی در تسریع سقوط دانست <applause> Thank you very much, Your Royal Highness, for those uh, opening remarks. I, I suppose we'll start with perhaps the point of most relevance, which is you said that you know what we need to think about now is when the regime falls. Um, what do we do next? Do you think the regime will fall in the next six months, next year, next two weeks? What is the time frame that you think we should be thinking about um, when we're discussing the future of Iran? Well. The rate of progress depends on two factors. One is if there additional pressure that can be brought on the regime, crippling it yet further. But at the same time, how much direct support can be generated so the momentum is maintained and even accelerated as a result. Um, having said that, there are other components that which may accelerate the process. Um, earlier, I was explaining that uh, one factor that we have today that we didn't have nine years ago. چارلی واینرز نماینده سوئد در پارلمان اروپا در پاسخ به سؤال مجری خبر درباره پیام دعوت از شاهزاد پهلوی به پارلمان اروپا گفت دعوت از شاهزاده رضا پهلوی به پارلمان اروپا یک اتفاق تاریخی است و یک سیگنال قوی به ملاها که اروپایی ها دارند میفهمند این رژیم ابدی نیست هر چیزی یک پایانی دارد well, I خب من قطعا امیدوارم که گره کار رو در بروکسل باز کنم. فکر کنم اینجا دو نکته حائز اهمیته. یکی اینکه اپوزیسیون متحدتر از همیشه است. ما یک اتحادی از اپوزیسیون رو بینیم که با هم دارن کار میکنن و هماهنگی میکنن و برای همینه که فکر میکنم پارلمان ها از فعالین برجسته مثل مسیح علی دعوت میکنن. البته پارلمان اتحادیه اروپا از شاسله دعوت کرده. چون اروپایی ها بالاخره فهمیدن که یک آلترناتیوی برای این حکومت بیرحم تهران وجود داره. پس باید یک کاری بکنیم. و اولین قدم اینه که به اونایی که شناخت درستی از ایران و این رژیم دارن گوش کنیم. There is an alternative to this brutal regime in Tehran. Mr. Vice President, the visit of the Shahzada to Parliament of Europe is one of the most significant achievements of the opposition. What does this visit of the European Parliament mean for the regime in Tehran? Well, um, the visit of the Crown Prince to the European Parliament is, uh, is a historic one. خب اومدن شاهزاده به پارلمان اروپایی اتفاق تاریخیه و یه سیگنال قوی به ملاهاست که اروپایی ها دارن میفهمن که این رژیم رژیم ابدی نیست هر چیزی یه پایانی داره پایان تلخ پیروز نماد امید ایران مرگ طبیعی یا مسمومیت سرانجام پس از گذشت چند روز از انتقال پیروز طول یوز ایرانی به بیمارستان دامپزشکی تهران صبح روز سهشنبه خبرگزاری صدا و سیما از تلف شدن پیروز خبر داد این در حالی است که ساعاتی پیش از آن و در شامگاه روز دوشنبه پس از کش و قوس فراوان این طول یوز ایرانی برای دیالیز به بیمارستان مرکزی تهران انتقال یافته پیروز طوله یوسپلنگ ایرانی در بامداد روز جمعه پنجم اسفند با علائم بالینی بحرانی به بیمارستان دامپزشکی تهران انتقال یافت ابتدا مشکلات گوارشی یا بوست مزمن با علائم مشکوک به انصداد روده مواردی بود که در مورد انتقال پیروز به بیمارستان بیان شد پس از بررسی دامپزشکان و انجام رادیولوژی و سونوگرافی مشخص شد که علت اصلی این بیماری آرزه حاد کلیوی است تغذیه نشدن با شیر مناسب و روزها تأخیر در رساندن شیر استاندارد به پیروز یکی از دلایل بروز این بیماری است. پیروز اولین توبی یوز پلنگ ایرانی متولد شده در تنگنا و شرایط نامناسب به دلیل شرایط سخت زمان تولد از ابتدا نیز با مشکلات بسیاری روبرو بوده است. قلام ابدالی عبدالی مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست همزمان با انتشار خبر بیماری پیروز اعلام کرد پیروز دچار نارسایی کلیوی است نارسایی کلیوی از ابتدا هم همراه او بوده است چرا که در شرایط نرمال به دنیا نیامد سزارین شد و شیر مادر را هم تغذیه نکرده است بدین جهت بسیاری از پارامترهایی که یک توری سالم باید داشته باشد را نداشته است اکنون هم به علت این بیماری دچار ضعف شده است در برخی موارد این ضعف شدت پیدا می کند و طبیعتا با این وضعیت وقتی کلیه کار نکند بعضی پارامترها مانند اوره و کراتین او بالا رفته و خون تصفیه نمی شود. این خبرها در حالی است که برخی متخصصان حیوانات در شبکه های اجتماعی از احتمال مسمومیت پیروز و از بین بردن عمدی این طول یوز که تبدیل به نمادی برای انقلاب شده بود صحبت به میان آوردند رسانه های حکومتی سعی دارند با فرافکنی وضعیت کنونی پیروز را به دلیل شرایط رشد او در نوزادی ارتباط دهند اما برخی متخصصان دامپزشکی نارسایی حاد کلیه پیروز را ناشی از مسمومیت و خوراندن غذای ناسالم و یا داروی اشتباه به او عنوان کردند. علیرضا شهرداری شب دوشنبه با اعلام خبر شروع دیالیز پیروز در شبکه اجتماعی خود نوشته بود دیالیز پیروز در بیمارستان مرکزی تهران با همکاری مسئولین کنسرسیوم دیالیز ایران شروع شد و پیروز رفت داخل اتاق جراحی به امید خبرهای خوب بر اساس گزارش ها کمتر از سی قلاده از یوز پلنگ ایرانی در ایران باقی مانده است از این رو برای نجات این گونه در معرض خطر انقراض فعالین محیط زیست با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم بر تکثیر در اسارت یوز پلنگ ایرانی گرفتند سرانجام با این تلاش ها و جفتگیری در اسارت مادری به نام ایران و پدری به نام فیروز سه طول یوز به دنیا آمدند پیروز ده اردیبهشت سال جاری به همراه دو طول یوز نر دیگر در مرکز تکثیر در اسارت توران به روش سزارین دنیا آمد. پس از تولد این سه طول یوز ایران طوله هایش را نپذیرفت و سازمان حفاظت محیط زیست برای بقای طول یوزها با مشکلاتی جدی مواجه شد. سه طول یوز برای مراقبت بیشتر به پارک پردیسان منتقل شدند و پس از مدتی کوتاه دو طول یوز تلف شده و تنها پیروز توانست تا ده ماهگی را تجربه کند. جمهوری اسلامی به دلایل بیشماری از جمله دشمنی این نظام اهریمنی با محیط زیست منابع طبیعی و حیات وحش ایران را با توجهی کامل به نابودی کشانده است